درود و سلام با شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. برنامه‌ساز فروزنده هستم و 181مین برنامه از مجموعه مرغ سحر رو که برای تلویزیون ایران فردا تهیه شده است با همکاری دوستان ارجمندم علی کارگردان فنی برنامه و همینطور پومن همکارم در تهیه برنامه به شما تقدیم میکنم و مثل همیشه سپاسگزارم از دکتر علیرضا نوری‌زاده به خاطر این فرصتی که برای این همکاری افتخاری در اختیار من گذاشته است. قبل از هر چیز باید سال 2581 خورشیدی رو یا 581 هخامنشی رو به شما هموطنان عزیزم تبریک بگم و اگر کسی متوجه این سال نمیشه خیلی خوب، سال 1401 هجری شمسی رو هم شاد باش بگم و براتون آرزوی روزهای بهتری در سال نو رو داشته باشه. امروز برنامه من متمرکز است روی گفتگو با یک نویسنده، آرا و عقاید او و همینطور کاری که اخیراً منتشر کرد. اما قبل از اون من چند تا ایمیل داشتم در رابطه با گفتگوی هفته گذشته خودم با آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی و همینطور ایمیلی داشتم از دوستی که مجدداً از من خواسته بودن که چند کتاب معرفی کنم و متذکر شدن که من مدت زیادی است وعده دادم که درباره دکتر غلام حسین صدیقی زنده یاد دکتر غلام حسین صدیقی استادم در دانشگاه تهران صحبتی داشته باشه. حالا اجازه بدید به یکی که اینا در آغاز سال 1401 پاسخ بدم. من فکر میکنم در یه جامعه دموکراتیک و آزاد، اصلا این حرفا رو بذارید کنار، من تابع حوزه علمیه قم هستم در روش گفتگو. فکر نکنید که عمامه ما از سرم برداشتم، نه، بهتون میگم حوزه علمیه قم یکی از پیشرفته ترین روش های گفتگو رو داره. اینا برای طرح هر مسئله میشینن دور همین طلاب و اینقدر تو سرکله همدیگه میزنن تا مسئله رو حل بکنن یا حل نکنن، بعد باید مراجعه کنند به کسانی که خودشون میشناسند. ولی این شیوه، یعنی دیالوگ، گفتن و گفتگوی بی پرده، یک روش علمی است، یک روش درسته. من در گفتگوهای خودم دنبال یک گفتگوی روتوش شده نیستم. سابقه طولانی در این زمینه دارم و از سابقه خودم راضی هستم. برام مهم نیست که تعداد بینندگان برنامه هم پارسه نامبر وان باشه در جایی که دارم کار میکنم یا اصلا نباشه. مهم این است که وقتی از جلوی این دوربین بلند میشم بدونم که با اون چی که فکر میکردم واقعیت داره و به حقیقت نزدیکتره، من کارم رو انجام دادم. چرا که این کار رو برای پول انجام نمیدم، این کار رو برای شهرت انجام نمیدم، چون این شهرت ها خیلی اعتباری بهش نیست. باز هم یک بار دیگه تکرار میکنم اونجا رو که از برهان ابن یوسف یاد گرفتم، به هم گفت که دوربین یک پتیار است، یک روسپیه، الان به تو لبخند میزنه، به مجرد اینکه تو از جلوش رفتی به کسی دیگه لبخند میزنه و با اون نرد عشق میبازه. و همیشه وقتی کاری رو در جلوی دوربین میکنی فکر کن که این کار ممکنه آخرین کاری باشه که انجام میدی. به همین جهت بهتون میگم علارغم موافقت ها یا به ویژه مخالفت ها با انجام گفتگو با اشخاصی مثل جناب آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، اگر لازم باشه که فکر بکنم
وجود ایشون در برنامه لازم هست، مجددا از ایشون دعوت میکنم. بنابراین ولی تا اون زمان دلیلی نداره که ایشون دعوت بکنم به این برنامه بیاد. ولی من فکر میکنم که اختیار این قضیه در اختیار کسی است که برنامه رو تهیه میکنه و خودش رو در معرض قضاوت شما بینندگان عزیز قرار میده و نگران قضاوت کوتاه مدت شما عزیزان هم نیستن. نگاه شما در دراز مدت میتونه خیلی مسائل رو تغییر بده، نه به نفع من یا تلویزیون ایران فردا، به نفع درک درستر از شرایط. این اولین مطلبی بود که میخواستم روشن بکنم و شما دوستانم بدونید که از کجا میام. دومین مطلب درباره دکتر غلام حسین صدیقی، زنده یاد جناب دکتر غلام حسین صدیقی، استادم در دانشگاه تهران، اولین استادی که در دانشگاه تهران دیدم و کسی که با او پایان نامه‌ام به پایان رسوندم، کسی که از او اصلا با او بود که به علوم اجتماعی علاقمند شدم و از محضرش برخوردار بودم. علاوه بر کلاس، دوره‌ای که رساله‌ام رو تهیه می‌کردم تحت نام قدرت‌های بزرگ و مشروطیت ایران، این فرصت دیدارهای بیشتر با استاد رو داشتم و می‌خوام برداشت خودم رو از زنده یاد دکتر صدیقی با شما در میان بگذارم. این برداشتم با برداشت کلاسیک اغلب دوستان من فکر می‌کنم همگون باشه، ولی برداشتی است بسیار صادقانه، ضمن احترام تمام قد و تمام عیاری که برای استادم قائل هستم. امیدوار هستم، بهتون قول نمیدم، ولی امیدوار هستم بخشی از برنامه هفته آیندم اختصاص داشته باشد به برداشتام از شخصیت جناب دکتر غلام حسین صدیقی، به ویژه که مجموعه 12-13 تایی از عکس هایی که فکر کنم بعضی از اینها عکس های بسیار کمیابی است از زنده یاد دکتر صدیقی، اونها رو فراهم کردم و به نظر شما خواهد رسید. و اما مسئله سومی که من دارم باید به اون بپردازم اون است که از من کتاب خواستید. من کتاب شناس نیستم ولی به کتاب علاقمندم. به همین جهت در پاسخ چند دوستی که از من خواستن معرفی کتاب رو در برنامه خودم آغاز بکنم و این رو داشته باشم به عنوان بخشی، به این خواسته احترام میگذارم و هرچنگاه یک بار اگر فکر بکنم کتابی رو باید معرفی کنم خدمتتون، این کار رو خواهم کرد. به خصوص امروز که با یک نویسنده پرکار و نویسنده ارزشمند من گفتگو خواهم کرد، این کار به نظر خودم واجبه که دو کتاب رو میخوام خدمتتون معرفی بکنم. به نظر من برای اینکه شما بگید که اطلاعات عمومیتون در مورد تاریخ ایران به اندازه کافی هست، مطالعه این دو کتاب به شما کمک میکنه. به خود من خیلی کمک کرده برای فهم تاریخ کشورم. یکی از این کتاب ها مربوط به دوران قبل از اسلام هست، به عنوان هزاره های گم شده، از پروفسور پرویز رجبی. رجبی محقق و مورخ ارزشمند معاصر ماست. این کتاب هزاره های گم شده رو اگر حوصله داشته باشید مطالعه کنید، چون در 5 جلد و مجموعاً 2500 صفحه است. اگر مطالعه بکنید به نظر من که یک خواننده این کتاب هستم، کتابی است که میتونه به شما بسیار کمک بکنه برای اینکه با تاریخ ایران قبل از اسلام آشنا بشید. اما اگر حوصله ندارید که 2500 صفحه در مورد ایران قبل از اسلام مطالعه بکنید، که به نظر من آدم اینقدر وقت تلف میکنه که 2500 صفحه کتاب در اون هم چنین کتابی، یک فرصت مغتنم تاریخی است برای آگاهی از تاریخ سرزمین خودمون.
حالا اگر شما این وقت رو ندارید، وقت کمتری رو میخواید بگذارید و میخواید به کل تاریخ ایران لااقل تا پایان دوران پهلوی اطلاعاتی داشته باشید و اطلاعات خوبی رو داشته باشید، بهتون توصیه میکنم که این کتاب رو مطالعه بفرمایید. کتابی است به نام روزگاران در هزار صفحه. این کتاب از عبدالحسین زرینکوب، روزگاران تاریخ ایران از آغاز تاریخ ایران تا پایان سلسله پهلوی. بهتون این کتاب رو توصیه میکنم و وقتی این دو کتاب یا این کتاب رو مطالعه بفرمایید، شما حداقل اطلاعات رو در مورد تاریخ ایران خواهید داشت. به تبع در مورد هر دوره تاریخی بعد از این هست که شما میتونید کتابهایی رو برید و در مورد اون دوره ها مطالعه کنید. در مورد هر کدوم از دوره های تاریخ ایران شما بخواید، امروز سند و مدرک وجود داره. و مثلا فرض بفرمایید، من یادم میاد، برکنید این قسمت رو بذارم برای هفته بعد وقتی در مورد دکتر صدیقی صحبت میکنم، فرمثل یکی از کسانی که در مورد مشروطیت ایران، تفکراتی که منجر به مشروطیت، انقلاب مشروطیت ایران شد، کارهای زیادی رو کرده و کار با ارزشی رو کرده، هیچ کس نیست جز فریدون آدمیت. از جنبه های مختلف به این قضیه نگاه کرده. به خصوص بهتون توصیه میکنم کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران رو اگر فرصت کردید مطالعه بفرمایید. و اما امروز مهمان من برای شما چهره آشنایی است، چهره همکاری است و همراهی است. اخیراً کتابی منتشر کرده، کتابی که رمانه ولی رمانی است جذاب و خواندنی. ولی به نظر من فقط یک رمان نیست، یه چیزای دیگه هم توش هست. کتاب 222 صفحه است و این کتاب رو وقتی مطالعه کردم، من فقط فرصت کردم که یک بار مطالعه کنم، ولی فکر میکنم به دور دیگری هم احتیاج دارم که این کتاب رو مطالعه کنم. اما امروز با نویسنده صحبت میکنم و نویسنده به ما خواهد گفت که هدف و غرضش از نگارش این رمان، رمانی که از وقتی به دستش گرفتم نتونستم زمینش بگذارم و دیشب تمومش کردم. اجازه بدید بریم و برگردیم و مهمان ارجمند برنامه خودم رو به شما معرفی کنم. در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. بینندگان عزیز، مهمان ارجمند برنامه امروز من کسی نیست جز آقای ناصر شاهین‌پر. آقای شاهین‌پر خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم آقا، خیلی متشکرم که من به این برنامه دعوت کردید، چون فرصتیه که من نوروز رو به هموطنانم تبریک عرض کنم. من خودم در همین تلویزیون شما برنامه دارم، اما از اونجایی که من این برنامه رو دو ساعت قبل ضبط میشه و بعد پخش میشه و منم علم نجومم زیاد خوب نیست، هرگز نتونستم ضمن برنامه خودم به عزیزانم تبریک بگم سال رو و این فرصت این کار رو بکنم. من هم برای شما سال خوبی رو آرزو میکنم و مطمئن هستم که بینندگان برنامه شما هم این آرزو رو دارن. و بسیار سپاسگزارم از این کتاب ماد خاتون که آخرین اثر شما هست، این رو برای من ارسال کردید و کار دست من دادید. و به هر حال آقای شاهین‌پر، اینو دیشب تمام کردم و فکر میکنم اولین کسی هستم که شما باهاش مصاحبه میکنید
و او تمام کتاب رو خونده و ادعا میکنه که خونده، حداقل این رو میتونم ادعا کنم، چون فاصله در انتشار کتاب و در اختیار گذاشتن خیلی طولانی نبود. ولی به احترام جناب عالی اولا سپاسگزارم، کتاب ارسال کردید و فرصت آشنا شدن با این اثر رو به من دادید. اما یه چیزی از همون صفحه اول نفهمیدم، از همین اول شروع میکنم. شما تاریخ انتشار مارچ 2020، در حالی که این کتاب فکر میکنم چند روزه در اومده از چاپ، درسته؟ غلط چاپی، از این غلط های چاپی چند تا دیگه هم داره کتاب. من مجبورم که این کتاب رو تجدید کنم به دلیل همین اشتباهات کوچیکی که توش هست. پس این اشتباهه، این تاریخ یه اشتباهی چاپیه، از زیر چشم ما رد. خیلی خوب. 2022 همین یه مدتی وقتمو گرفت، فکر کردم خدایا کتابی که آقای شاهین‌پر تازه داره روش عقد میزنه چطور 2 سال در آمریکا طول کشته تا به چاپ برسه. ولی خوشحالم که این رو اصلاح کردید شما. آقای شاهین‌پر، خودتون میخواید در مورد کتابتون صحبت کنید یا من بپرسم؟ نمیدونم والا، من اگه به من بسپرید اول خودتون بفرمایید، بعد من بیرو دروسی هم، منم پرسش هم مطرح میکنم. یا میخواید برداشتم رو بگم از کل کتاب؟ شما بگید بهتره، که من ببینم مثلا یه اولین خوانندهی که حالا داره با ما مواجه میشه برداشتش از کتاب چه بوده؟ ببینید آقای شاهین‌پر، این کتاب یک رمانه، یک رمان خواندنی است و شیرین، اما یک نگاه تاریخی و جامعه شناسی تاریخی هم در لابلای صفحات کتاب دیده میشه. یعنی با خوندن این کتاب، ببینید من الان در شروع برنامه 2 تا کتاب رو معرفی کردم، روزگاران عبدالحسین زرین‌کوب و هزارهای گمشده پروفسور پرویز رجبی. اما خیلی خب، این کتاب ها رو وقتی فرض کنید مال عبدالحسین زرین‌کوب رو باز میکنی و میخونی، میرسی به دوره قاجاریه، شما یک کتاب تاریخی رو میخونی که به شما یه اطلاعاتی رو در ساختار تاریخی جامعه میده. اما کتاب شما کتاب تاریخ نیست، قصه است. اما این قصه میره در متن جامعه، مثلا میره در نهاد خانواده. در نهاد خانواده روابط مرد و زن، زن و شوهر، حقوق زنان، موقعیت زنان، شخصیت زنان، برداشت زنان از اونچه که مربوط به اونا هست و اینها رو مورد بررسی هم قرار میده، ضمن اینکه شما یه داستان فوق‌العاده جذاب رو تقریبا مرور میکنید برای یک دوره طولانی. و این به نظر من، برداشت منه که کتاب رو یک کتاب یگانه میکنه. به عبارت دیگه، نویسنده فقط یک رمان نویس نیست، یک نگاه تاریخی داره، یک نگاه جامعه شناسانه داره نسبت به مسائلی که در قالب یک رمان اونو مطرح میکنه. من اینو فهمیدم، درست فهمیدم یا نفهمیدم؟ بله درست فهمیدید. اگه من بیام توضیحات بیشتری بدم، معنیش این است که چیزی بیشتری تو ذهنم بوده و چیزی کمتری تو کتاب آمده. به هر حال دزد آمده به خانه و اموال خانه رو برده، ما حالا صبح بیدار شدیم، حالا داریم صورت برداری میکنیم که این دزده چی برده، اینی که ما چه چیز بذارید. حالا این مثال مال فارغه، یه توضیح من به شما بدم در درجه اول، این است که هیچ وقت نویسندگی برای من یک تفنن نویسندگی نبود.
دوستان نویسنده هم در جوانی خیلی منو نصیحت میکردن. هیچ یادم نمیده که بارها و بارها این زندیات گلشیری منو نصیحت میکرد که آقا اینجوری ننویس، اینجوری بنویس. و من جواب میدادم که نه، من اینجوری مینویسم که مردم بتونن بخونن، من جوری مینویسم که مردم حرف منو بفهمن. و علاقه من بودم که یه پیامی به مردم بده. از اولین قصه ای که از من چاپ شده، که اون اولین قصه، قصه سامان بود در سال 1340 یا 39، درست یادم نیست، در کتاب هفته، تا الان من یه مجموعه ایش از 60-70 تا شورت استوری و 3-4 تا رمان نوشتم که هیچ کدوم اینها محض تفنن نویسندگی، ارائه هنر نویسندگی و تفاخر به این که اینجوری هم میشه، نه، هیچ کدوم این کارا رو من نکردم. پیوسته خواستم یه پیامی بدم به هموطنانم، یه تلنگری بزنم و یک کمبودی رو، یه نقصی رو ارائه بدم، بگم آقا اینه، بیاییم یه جوری برطرفش کنیم. در این کتاب سعی من بر این است که به خوانندم یک چیزی رو بقبولونم، حداقل اون این است که اگر ما در پهنه عالم رشد کردیم، کلاهمون عوض شده، لباسمون عوض شده، نمیدونم، خانمون، سردر خانمون عوض شده، ماشین رخشویی داریم، نمیدونم، تلفن فلان داریم، یه چیزی دیگری هم باید در ما عوض میشد که اون نشده. اون از بعد به تاریخ همینطور تحول نپذیرفته، یکسان، یک اندازه مونده، چه بسا که به عقبم رفته. و اون نگاه دینی ماست. در هر جامعه ای وقتی این نگاه دینی دستخوش تحول شد، اون جامعه متحول شد. این نگاه دینی در ایران، من که دارم تاریخ میخونم میبینم که نگاه جامعه در 1000 سال قبل از میلاد مسیح به عبادتگاه ها، معابد، خدایان، این خدایانی که زیاد هم بودن، هر شهری برای خودش خدای خودشو داشت، این خدای، نگاه جامعه از شاه تا گدا چه بود و امروز نگاه ما به این نهاد دینی چگونه است. وقتی که این دوتا رو کنار هم بگذارید، هیچ تغییری نمی‌بینید، هیچ تحولی درش نمی‌بینید. همان گونه ما امروز داریم احترام میگذاریم، مثلا فرض کنیم به آرامگاه حضرت رضا در مشهد، همان گونه داریم این نمیدونم چی متبرکه رو در نجف و کربلا جان و خون و مال میدیم، طلا میدیم، طلا رو میدیم اونجا تو گنبد، همه چی چی میده، از شاه تا گدا، اینا توجه داشته باشید، از شاه تا گدا همه میدیم. اگر شما برید به 700 سال 800 سال قبل از میلاد مسیح و بایگانی معبد اعانا رو مطالعه کنید و مراودات شاه، مردم، ثروتمندان، اولیگارشی حکومت رو با این عبادتگاه ببینید و ساختار اقتصادی اون عبادتگاه رو میبینید، میبینید که با این حکایت چی بهش میگن مال حضرت رضا رو، هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، امروز همچنان ادامه داره. یک عقبگردم کردیم که اون عبادتگاه ها به حاکمان وقت مالیات میدادن، حالا مالیاتشون هم بخشیده شده، یعنی قدرت بیشتری پیدا کرد. خب حالا نگاه کنیم در کل به این نگاه
نگاه با آسمان، نگاه به جایی که دستمون بهش نمیرسه. حالا شما میدونید تو این کتاب خوندید دیدید که یه زنی است که یه معشوقی داره که معشوقش یه خداییه و این خدا در دسترس نیست. منظورتون یعنی... مردوخه؟ بله دیگه، این زن پیوسته در انتظار مردوکه، مردوکه دیگه خودش ساخته و یادش رفته که خودش ساخته و میخواد که بیاد و نطفه یک نجات بخش رو در شکمش بگذاره و دنیا رو نجات بده و چه و چه و چه. این انتظار، این انتظاری که نطفه اصلیه و اولیش رو خود ما ساختیم، چگونه زندگی ما رو در هم نوردیده و بعد در مسیر عملی و فیزیکی در این کتاب شما میبینید که موقعی که تو همین مملکت احزاب آزاد میشن، نمیدونم نظریات سیاسیشون رو مردم میتونن ابراز بکنن، باز یک حزب میاد که انقدر به خودش حق میده که مخالفینش رو باهاش بحث نمیکنه، گلوله میزنه، میکشه و جامعه هم در مقابل اون ساکته. ببینید این جامعه با این دیدگاهش رسیده به امروز به اینجا، از حالا به بعد میخواد کجا بره؟ پیام من این است که این بفرمید خواهشم همین این. حالا من دیگه نمیخوام قصه رو باز کنم دیگه. نه قصه رو که قرار نیست که بیان کنیم کلشو داریم، ولی روال فکری داستان رو داریم با هم نگاه میکنیم. بنابراین با این توضیحات من منتظر یک کتاب بعدی شما هم هستم، چرا که این کتاب شما میاد و به اصطلاح رویدادهای تا 43 سال قبل رو کاملا میپوشونه و نشون میده به ما که چه روندی رو داریم طی میکنیم. یه چیز دیگه ای باید بعد از ماد خاتون باشه و بیاد و بگه در این 43 سال 44 سال، ولی فکر میکنم شما دیگه در ایران نبودید. بودید در ایران آقای؟ نه من 4-5 سال اول رو در ایران بودم. ضرورتی هم نداره که آدم در ایران باشه، چون میبینیم دیگه به هر حال هرچه که هست جهان کوچیک‌تر از این است. فکر میکنید کتاب دیگری بعد از ماد خاتون هم خواهید داشت؟ والا من به داستان ماد خاتون باشه، من به هموطنانم به دوستانم نمیتونم قول بدم که فردا بگن چی شد چی شد، ولی یه نویسنده بیمار نوشتنه، نمیتونه ننویسه. بله من عدد جلد دوم این کتاب رو به خودم قول دادم، حتی اسمشم تعیین کردم رقص در دایره جنون. و پس حدث من درست بود که کتاب باید به کتاب دیگه ای منتهی بشه. بله کتاب بعدیش رقص در دایره جنونه و زندگی بعد از آمدن مردوک. آقای شاهین‌پر اشاره کردید که ما خداهای متعدد داشتیم. بذارید یه خاطره رو برای شما بگم، شاید جالب باشه. برای شرکت در یه دوره‌ای که سازمان ملل متحد برگزار میکرد در بانکوک در تایلند، من مدتی به تایلند رفتم. بله. و در شرکت کنندگان در این دوره از 13 کشور آسیایی بودند به اضافه استرالیا و ما قرار داشتیم، چون مدت دوره طولانی بود، مثلا هر چند وقت یه دفعه شب در اتاق یکی از شرکت کنندگان یه پارتی میداد اون شرکت کننده، چایی یه قهوه چیزی درست میکرد و سعی میکرد ما رو آشنا بکنه با شرایط کشور خودش. یکی از کسانی که در این دوره شرکت کرده بود یه خانم کارشناسی بود
از بانک مرکزی کشور نپال آمده بود در این دوره شرکت بکنه و خیلی اگه مثلا فرض کنی وزن این خانومو بخوای حساب کنی کلن 40 کیلو نمیشه، لاغر اندام و یه خورده رنگ تیره. و این خیلی جالب بود وقتی برخورد میکرد با من، فکر میکرد که من چون ایرانیم حتما صاحب یک چاه نفتم هستم. با یه همچین برداشتی توجه داشته باشید کارشناس بانک مرکزی نپال دارای درجه پی‌اچ‌دی بود و این تصورش از ایران و ایرانی اینجوری بود. و یه شب ما رو دعوت کرد به اتاقش برای اینکه پارتی بده و ما رو با سرزمین نپال آشناتر بکنه. آقای شاهین‌پر روی میز توالتش، چون اتاق هتل دیگه یه اتاق بود، یه گوشش هم میز توالت بود برای خانم‌ها، 13 تا خدا بود، 13 تا مجسمه در اشکال مختلف، هر کدوم از اینها یه خداش بودن و واقعا من وحشت کردم. حالا شما میفرمایید ما هم همچین دوره ای رو داشتیم، دوره چند خدایی رو داشتیم، یعنی زرتشت ما رو به یه نوع وحدت در آفرینش پرستش رسونده یا نه؟ آره زرتشت اومد اعتقادات دینی اقوام آریایی، ایرانی آریایی یا هندو ایرانی رو تدوین کرد و اصلاح کرد. و یک پلوتارخ میگه که اگر سوزن از آسمان ایران بخواهید بندازین زمین، سوزنه به زمین نمیرسه. اینطور خدایان کنار هم دیگه قرار گرفت رو آسمان. آمد و یک خدای یگانه‌ای به وجود آورد در حالی که نمیشد از سایر خدایان چشم‌پوشی کرد و به فراموشی سپرده شد. در نتیجه امشاسپندان به وجود آمدن که 6 تا و بعد از اون ایزدان که بی‌نهایت دلالشون بسیار. بینندگان عزیز، این گفتگو رو با ناصر شاهین‌پر، جناب ناصر شاهین‌پر انجام میدم به خاطر انتشار آخرین اثرش به نام مات خاتون. و اجازه بدید یک گوشه ای از این کتاب رو من برای شما بخوانم. اینجاییست که زن سعی میکنه برای حفظ شوهر خودش بره دنبال یک معجونی، خلاصه سحری، جادویی، جنبلی، یه چیزی که بتونه شوهرش رو برای خودش نگاه بدار. راه میفته و بهش میگن که یه مرد هندی هست، این مرد هندی خلاصه تلسپ داره، فلان داره، بهمان داره، از ایناست که شما میتونید استفاده کنی و شوهرتو برای خودت نگه داری. و این زن راه کار سختی رو در پیش داشته، از شهر خودش باید راه طولانی رو بره تا برسه به این مرد هندی. اجازه بدید یک گوشه یک پاراگرافی از کتاب رو براتون بخونم. راه دور بود و ناآشنا، به ناچار یک روز بساط 16 را پهن کرد و از او اجازه خواست که برای گرفتن دعا به راه دور باید برود و دیر به خانه برگردد. نسخه مرد هندی که عبارت بود از ادرار قاطر سفید، عصاره بیضه گاومیش، عرق پیشانی گاو نر سیاه، تراشه ای از سم گاو ماده و گرد دندان گرگ که باید از هر کدام با اندازه ها و مقادیر معین تعیین شده نه کم و نه زیاد با عسل مخلوط شود و 40 روز به مقدار نیم مثقال آن با غذای شخص مربوطه مخلوط شود. ربابه یعنی زن حیرت زده به این نسخه طبیب از هند برگشته خیره مانده و میپرسد این همه مواد را از کجا گیر بیاورم؟ طبیب هندی بدون حرف نام و نشان مردی را در یافتاباد روی تکه کاغذ نوشت و داد به دست ربابه. و آقای شاهین‌پر این که تو قعر سیاهیه،
ما از این جامعه میایم. چرا برای برطرف کردن وحشت ناصرالدین شاه از جنها و اون مراسمی که انجام شد رو اشاره نمی کنید بهش؟ خب اونو شما اشاره کنید. آره ببینم اگه بتونم پیدا کنم برای یک پاراگراف کوچیکه براتون بخونم. وقتی که به ناصرالدین شاه خبر میده که فلان خانوم که از اعضای از وابستگان دربارم هست مثلا یه دعا نویس آمده و یه دعای تعویزی به بازوش چسبونده که این تعویز جنها رو دور میکنه، اما اون دعا نویس گفته اگر این تعویز از بازوی این خانوم دور بمونه جنها فرصت پیدا میکنن و هزاران هزارشون میریزند و مملکت اسلام رو به خاک و خون میکشن. در سلام نوروزی ناصرالدین شاه از کم و کیف تعویض شاهزاده نصرت الملوک با خبر می شود. ترس پنهانی شاه با ارتعاش لب و نوک سیبیل ها اثری رسوا کننده می گذارد. ترس شاه آشکار می شود. صدراعظم و بزرگان دربار سر تعظیم فروت می آورند. صدراعظم با صدای لرزان می گوید قبله عالم، تا بوده و تا خدا خدایی می کند قرآن سپر بلای پادشاهان مملکت اسلام، نباید خیالی به دل داد. برای راحتی خیال قبله عالم اگر دستور فرمایید منجم باشی در بخانه برای رد بلا کارش را شروع کند. در نیمه های همان شب شاه وحشت زده از خواب می پرد. فریاد ناشی از ترس در گلویش گیر می کند و بیرون نمی آید. وقتی زبانش از قفل وحشت رها می شود طبیب مخصوص را می بیند که کیف به دست در مقابلش تعظیم می کند. این پدر سوخته که از خواب چیزی سرش نمی شود. پزشک اما شربت آرام بخش به شاه می خوراند. شاه به رخت خواب باز می گردد. تکه کاغذی بر زانو می گذارد. انیسه خانوم چراغ لامپا را بالای سرش می گیرد و شاه می نویسد: جناب صدراعظم، ما در خواب دیدیم که لشکر اجنه از چهار طرف به ارگ حمله ور شدند و به سرعت برق و باد از لب دیوارها به پایین می افتند. صدای شمشیرهایشان از مغول بدتر بود. ملا علی کنی و منجم باشی را امر کنید که در آبدارخانه منتظر بیدار شدن ما باشند و تا آن موقع هرچه به عقلشان می رسد با شما مشورت کنند تا ببینیم راه علاج قبل از واقعه چیست. روز بعد یک از دست گذشته شاه از حرم بیرون آمد. چند نفر از علما و منجم باشی به حضور. منجم باشی سرفرازی و حتی اطمینانی خدش ناپذیر و عرض خاکپای شاهانه رساند که 80 گوسفند سرمه کشیده در باغ ارگ حاضر است. این گوسفندها امروز در مقابل قبله عالم به آتش کشیده می شود. در زیر زبان و دنبه 8 گوسفند تلسمات است که باید به خاکستر تبدیل شود. صدای فریاد حیوانات به سبب همان تلسمات به بسم الله تبدیل می شوند و کلیه اجنه را از نظر مسافت تا 7 دریا و از نظر زمان تا 7000 سال از ممالک محروسه دور نگه می دارند. و برای اطمینان خاطر سهمی از جسد سوخته حیوانات را در 4 گوشه ممالک محروسه همراه دعای دفع بلا در خاک میکنیم. شاه کمی به فکر فرو رفت و گفت: از شمال تا جنوب مملکت ایران چند فرسخ است؟ به نظر ما بهتر است به جای 4 نقطه 8 نقطه را انتخاب کنید که فاصله ها کمتر شود. علما، منجم باشی، صدراعظم و وزرا دست جمعی در مقابل شاه تعظیم کردند و صدراعظم با غروری خدشه‌ناپذیر و با چشمهایی لبریز از شادمانی فتحی نامنتظر به حاضرین میگوید: کلام الملوک، و با اشاره انگشت غلامان درباری مشعلهای روشن را به زیر دنبه و پشم گوسفندان میگیرند، پشمهایی که پیشاپیش به روغن چراغ آغشته شده بود.
80 گوسفند شعله‌ور و بی هدف به دور خود میچرخند و میدویدند و با صدای ناشناخته‌ای که میتوانست از یک شب جمعه دوزخی برخواسته باشد توان خود را از دست میدادند و به زمین میافتادند و سعد رزم انگار که پنبه در گوش دارد و تکه کاغذی 8 نقطه مرزی مملکت را نوشت و در لحظاتی که هنوز مرد کار خود را با گوسفندان نالان تمام نکرده بود آن 8 نقطه مرزی به توشیح ملوکانه رسید. متشکرم آقای شاهین‌فر. کتاب شما رو که خوندم بیشتر از حد یک رمان از شما سپاسگزارم. میدونی چرا؟ برای اینکه من کتاب دیگری رو داشتم، چندین بار همین کتاب رو نگاه کرده بودم، این کتاب رو عرض میکنم. کتاب گنجینه عکس‌های ایران، کار کسی است که من میدونم شما هم به همون اندازه‌ای که من برای مرد احترام قائلم براش احترام قائلید، اثر ایرج افشار. بله بله، زنده یاد ایرج افشار. خب این دوره‌های مختلف، دوره قاجار و همه این بزرگان و زن و مرد و پادشاهان و اینا رو عکساشو داره. من این کتابو خیلی نمیفهمیدم، با اینکه تصویره. با خوندن کتابش ماد خاتون شما تازه متوجه شدم وقتی شما از ظل سلطان صحبت میکنید این کیه، این چجوری بوده، یا خود همین پادشاه این ببخشید چه الدنگی بوده، چه شکلی بوده. اصلا این تصاویر ایرج افشار برام جوندار شد، برام جا افتاد تو ذهنم. از این بابت هم از شما سپاسگزارم. به بینندگان عزیز توصیه میکنم که حتما کتاب ماد خاتون ناصر شاهین‌پر رو تهیه کنند و مطالعه کنند. خیلی هم مطلب خشخاش نگذارند که نویسنده حتما کتاب رو براشون امضا کنه و بفرسته، ولی به هر حال کتاب رو در هر جایی و به هر شکلی که میتونن تهیه بکنن. آقای شاهین‌پر، خودتون ممکنه به من بفرمایید که کتاب رو چجوری میتونن، آسون ترین روش تهیهش چیه؟ حالا آمازون تو اون قرارداد با آمازون هم گفته بودن که یه کتاب چیه دیگه هم هست، اونم میفروشه، اردرش قبول میکنه، بارزن نوبل. من ندیدم، نمیدونم، ولی آسان ترین نشین است که با فشاری دکمه کتابش، کتاب دو سه روز بعد میاد در منزلتون دیگه. بسیار. بنابراین این آخه بعضی دوست دارن که یه جایی باشن شما رو ببینن، بعد شما امضا بدید، بعد کتاب رو امضا کنید. از این بساطا هست، ولی فعلا شما همچین برنامه ندارین. نه، من این کارو خواهم کرد، ولی ببینید من هم بقیه دوستان باید به آمازون کتاب سفارش بدم، کتاب برای من بیاد و من این کتاب امضا کنم برای دوستان بفرستم. این چه کار دوباره ایست؟ یعنی شما این زحمت... دست خودتون هم بستین هستن با این ترتیب. آره، یه قرارداد دیگه و اونم زیادم به من تازه نمیفروشه که مبادا من مجانی بدم و این حرفا. اونم بیزینسشه، تجارتشه دیگه. در نتیجه دوستان کتابشون رو تهیه کنند. اگر در کالیفرنیا باشند، من در ماه آینده در یک کتابخانه ای جایی یک امضای کتاب میگذارم که دیداری باشه با دوستان و هر کس خواست بیاد کتاب شن. اگر نخواستم که در منظورتون اینه که در محدوده لس آنجلس این کارو میکنی، چون وقتی میفرمایید تو کالیفرنیا میدونید که یک کشور خودش. بله بله، نه در محدوده لس آنجلس. بله بسیار خوب. من فکر کنم که این کتاب واقعا، نه اینکه آقای شاهین‌پر چون میشناسم و دوست و همکار من هستن، خواندنی است، زحمتی است فوق‌العاده. نگاه جامعه شناسانه این کتاب رو نمیشود فراموش کرد که به مسائل زیر ساخت نهادهای اجتماعی در کشورمون داره، به سیاست، به خانواده، به رابطه زن و مرد. تمام اینها رو شما میتوانید با یک قلم شیوا مطالعه بکنید و ببینید که چگونه واقعا کشور ما، البته
ممکنه شاهین فرد در این قسمتش با من تفاوت داشته باشه، تفاوت نظر باید داشته باشه قاعدتا، ولی میخوام اینو بگم و این نشون میده که دوران پهلوی یعنی دوران رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی که فکر میکنم اگه شاهین فرد بخواد باید در مورد اون دوره هم بازش بکنه و بیشتر توضیح در موردش بده، احتمالاً در کتاب دیگری به دنبال ماد خاتون، برای شروع تغییرات یک دوره استثنایی در تاریخ ایران بوده و شاید امروز ما مقاومت بزرگ جامعه ایران و به ویژه زنان ایران رو ما مدیون اقداماتی هستیم که بخش عمده‌اش در دوران سلسله پهلوی انجام شده و البته قبل از اون هم بودند کسانی که آمدند در قالب‌های دینی و پیام‌های شاید مذهبی آمدند و این راه رو سعی کردن باز کنند. البته منظور من طاهره قرة‌العین و از اون به بعد پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، اینا همه کسانی هستن که در این روشنایی و روشنی بخشی به تاریخ ایران و به ویژه رابطه این جامعه با زن نقش داشتن. به هر حال آقای شاهین فرد چقدر قیمت کتاب چقدره؟ $20 با $20 میتونن کتاب رو تهیه بکنن از طریق آمازون، درسته؟ بله. بسیار خب، من فکر اگر صحبت دیگه ای هست آقای شاهین فرد شما بفرمایید که برنامه رو با صحبت‌های شما ببندیم. نه من صحبتی ندارم، فقط یکی دو نفر از دوستان سوال کرده بودن که چرا ماد خاتون؟ و خاطره دوران امپراتوری ماده، یعنی آغاز تاریخ ایرانه، برای من خیلی معزز و محترمه. یه اشتباهی در دوران معاصر نسبت به آغاز تاریخ ایران و آغاز امپراتوری ایران شده، اون این است که ما آمدیم هخامنشیان را آغاز تاریخ قرار دادیم، حالان که ارزش‌های واقعی ایرانی در زندگی دیاکوه و اتحادی که در دوران او به وجود آمده و ارزش‌های اجتماعی که او به وجود آورده و بزرگترین امپراتوری مخوف دوران خودش رو زده، شکسته، نابود کرده. خیلی و هخامنشیان وارث یک امپراتوری بودند. بنابراین آغاز تاریخ اینی که شما فرمودید 2581 اگر نیست موقع که این تصمیم گیری شده بود، اطلاعات تاریخی ما نسبت به مادا به اندازه امروز بود، این تاریخ شده بود 2690 مثلا، از آغاز مادا شروع می شود. این یک. دو این که چرا خاتون؟ به خاطر تطورات و تحولاتی که در فرهنگ ایران رخ داده در طول تاریخ. یعنی واژه خاتون واژه محترمی است نسبت به زن. محترم اما ترکیه. این خاتون فارسی نیست؟ نه، خاتون یک لقب ترکیه. این که بیاد ماد و خاتون با هم مخلوط شه، نمادی است، نشانه است از این که ما یک دستی خودمون رو چگونه به تدریج از دست دادیم. امیدوارم که آقای شاهین‌فرد این توضیحاتی که دادین، باید اعتراف کنم من فکر میکردم خاتون واژه فارسی است، ولی حالا پشت سر این واژه هم در واقع فارسی و ترکی با هم قاطیه، درسته؟ بله. یعنی نمیشه ما ها رو از هم جدا کرد. نه دیگه، ما لقب بانو داریم. بله. خیلی متشکرم، به من اشاره کردم وقت به پایان رسیده. یک بار دیگه بینندگان عزیز
تهیه و مطالعه کتاب ماد خاتون ناصر شاهین‌پر رو به همه شما توصیه میکنم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار بکام و وقت شما بخیر.